سلام، به برنامه دنیای تجارت خوش آمدید. در یکی از فقیرنشین ترین محله های گوتنبرگ در سوئد هستید. دانیلا، شما یکی از بهترین برنامه های کارآفرینی در سوئد را در این محله شروع کرده اید. این برنامه به استفاده از فرصت‌ها در ناحیه‌ای از شهر کمک می‌کند که با نرخ بالای بیکاری و جرم و جنایت دست و پنجه نرم می‌کند. هدف ما این بود که مرکزی برای کسانی با ایده‌های تجاری به وجود بیاوریم. با هم به سراغ یکی از کسب و کارهایی می‌رویم که به کمک این برنامه به راه افتاده. هلنا در این حومه فقیرنشین زندگی می‌کند. او قبلاً گرافیست بوده و امروز دست به کار عجیبی زده است. هلنا در سال 2012 میلادی هتل دالیا را برای نگهداری از گل و گیاه ایجاد کرده. او در این هتل در فصل سرما از گلدان‌ها، گیاهان اشخاص یا شرکت‌ها نگهداری می‌کند. هلنا که برای به راه انداختن این کسب و کار از برنامه دانیلا کمک گرفته، درباره مزایای آن می‌گوید. با کمک این برنامه توانستیم با کارشناسان توسعه کسب و کار مشاوره کنیم. مشاوره حقوقی خوبی هم برای تنظیم قراردادهایمان دریافت کردیم. همچنین فرصت‌های بسیار مناسبی هم برای ایجاد شبکه، تماس و ملاقات با کارآفرینان دیگر داشتیم. هلنا با کمک این برنامه نه تنها موفق به حفظ کسب و کارش شده، بلکه توانست آن را توسعه هم بدهد. او دو محل جدید برای نگهداری گیاهان ایجاد کرده و در کنار آن مربای خانگی هم می‌فروشد. او به زودی یک کارمند هم استخدام می‌کند. برای اینکه هلنا بتواند کارش را توسعه بدهد، چه توصیه‌ای به او می‌کنی؟ حق استفاده از نام هتل گیاهان را به نام خود ثبت کنید. ساخت مرباها را هم گسترش بدهید. در عرض 3 تا 5 سال آینده شاید معروف‌ترین سوغاتی خوراکی گوتنبرگ را داشته باشید. عالی، ممنونم. دانیلا، فهرستی از تمام کارهایی را که تا حال انجام داده اید به ما می‌دهید. 107 شرکت تجاری شروع به کار کردند. هر یک از این شرکت‌ها را یک شخص حقیقی به راه انداخته. در واقع یک مدل جدید برای مردم این محله است. طرح دانیلا جایزه هم گرفته. جایزه هیئت داوران ترویج شرکت‌های اروپایی. این جایزه از سوی کمیسیون اروپا به کسانی اهدا می‌شود که برای توسعه و ترویج کارآفرینی و به راه انداختن کسب و کارهای کوچک در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی تلاش می‌کنند. دانیلا، کار شما آنجا تمام نشده است. برنامه جدیدی هم برای مهاجران دارید. بله، این خیلی مهم است. مهاجران خیلی مشتاقند که همکاری کنند. نمیخواهند که خیلی به کمک‌های دولتی وابسته باشند. خیلی از آنها قبلا کسب و کاری داشتند و موفق هم بودند. مرسی دانیلا. برای اینکه بیشتر بدانید، به وبگاه برنامه دنیای تجارت سر بزنید.